درود بر شما بامداد نکو باشه حالتون چطوره خوبین امروز جمعه یا همون آدینه 29 دی ماهه آخرین روز از دی جالبه بدونید امروز زاد روز تولد نصر الله معین نجف آبادی ملقب به معین خواننده که میشناسیمش و همچنین خواننده تاپ و نابی فرهاد مرداد که جز اولین خواننده های سیاسی بود که مزامین سیاسی کاملا در اشعارش دیده میشد. <تصفح> بنده خودم به شخص موزیک مرد تنهاش رو به شدت دوست دارم و همیشه زمزمه می کنم گرچه صدام زیبا نیست بریم به سراغ بخش سرتیتر اخبار و بعد از اون در چنین روزی اخباری که میخونیم مرغوز به هوش مصنوعی اس 24 و تقریبا همین خبر خاص دیگی الان در چهان در مورد حوزه آیتی که میشناسیم نیست ما بقیش رو از طریق توییتر دنبال میکنیم اما دقیقا در چنین روزی سال 1999 کمپانی ریم اولین بلک بری رو منتشر کرد و روانه بازار کرد دستگاهش شبیه به موبایل موبایل قدیمی ولی موبایل نبود در واقع یه دستگاهی بود که باهاش میتونستی در آن واحد ایمیل بزنی یه جورایی یه پیجر بزرگ 1999 همچنین دقیقا در چنین روزی اما سال 1983 یعنی 19 ژانویه 1983 اپل کامپیوتر لیسا رو معرفی کرد که قیمتش هزار دلار بود اما اولین کامپیوتر تجاری در جهان بود که رابط کاربری گرافیکی داشت یعنی شبیه به داس نبود رنگ میدیدی پوشه میدیدی قسمت های مختلف کامپیوتر میدیدی و نکته باحالش حالش این بود که موس داشت خب به نظر میاد همچین محصولی باید خیلی موفق باشه ولی به سبب قیمت خیلی بالاش اتفاقا یکی از دلایل شکست اپل در اون سالها بود همچنین دقیقا در چنین روزی اما سال 1915 لامپ نئونی برای اولین بار پتنتشون ثبت شد هفت سال بعد هشت سال بعدش 1923 این کمپانی که پتنت نون رو ثبت کمپانی فرانسوی بود به صاحبی آقای جورج کلاد ایشون به آمریکا شهر لس آنجلس فروشگاه دیل ماشین بود یه دونه سردر فروخت سردر نئونی به ارزش 1250 دلار اون موقع و بعد از اون این لامپا به شدت محبوب و معروف شدن یکی از برتری های S24 نسبت به گوگل پیکسل 8 با توجه به اینه که اینا الان تنها گوشی هایی هستن که هوش مصنوعی درونشون ادغام شده اپلیکیشن وایس ریکوردر S24 که تا پیش از این یه اپ ساده بود صدا باش ضبط میکردی ولی الان این قابلیت رو داره بعد از اینکه صدا رو ضبط کردی بهش اینو بگی که بیا صدا رو تبدیل به متن بکن یه چند ثانیه یه چند دقیقه طول میکشه که متن تبدیل به صدا تبدیل به متن بشه و بعد براتون متن اون صدا رو آماده میکنه نکته باحالش این هستش که شما از طریق ویفون تایملاین صدا رو جابجا جا بکنید متون جابجا میشه و دقیقا اونجایی که مد نظرتون متنش دیده میشه نکته باحال اینه اگر دو تا گوینده داشته باشید بین گوینده یک و دو صدا رو تشخیص میده و اینها رو اصلا مجزا میکنه مادامی که دیگر کمپانی ها در تلاشن هوش مصنوعی هایی رو که پیشتر دیده بودیم و وارد دستگاهشون بکنن متا داره روی کار خیلی مهمتر قدم میذاره متا برنامه داره تا پایان سال 2024 یک هوش مصنوعی عمومی رو روانه بازار بکنه یا AGI که به موجب اون باید 350 هزار جی پی که از انویدیا خریدن رو در جهت این توسعه این هوش مصنوعی به کار ببرند و هدفشون اینه که تعداد این جی پی به 600 هزار تا برسه تا بتونه یک م... کامپیوتر یک محاسبه خیلی دقیقی داشته باشه روی عملکرد این هوش مصنوعی حالا اینی که این چی هست میخواد چی کار بکنه هیچ داده ای در دسترس نیست یه خبر بد برای ویژن پرو که قراره تو ماه فوریه عرضه بشه اینه که خیلی از پلتفرم های مهم رو پشتیبانی نمیکنه مثلا نتفلیکس توش نیست اسپاتیفای احتمالا توش نیست و از همه مهمتر اپ یوتیوب توش نیست شما نمیتونید باشی یوتیوب نگاه کنید و خب این خیلی چیز زده حالیه خود اپل تیوی رو میتونید نگاه بکنید یه سری کانال های دیگه مثل دیزنی پلاس فکر میکنم Amazon، پیکاک اینا رو میتونید باهاش نگاه بکنید مکس پرامت. اینا پلتفرم هایی هستن که میتونید باهاش محتوا نگاه بکنید ولی چیزی مثل یوتیوب در اون قرار نگرفته زمان معرفی S24 را نشون دادن که یه سری از قابلیتاش که در بخش گالری دوربین هست مربوط به وانیوهای 6.1 و یکه. یعنی این انتظار میره که وقتی که این آپدیت برای دیگر مدل های قدیمی تر S23, S22 و یا حتی S21 بیاد اونها هم به این امکانات مجهز بشن ولی به صورت کلی من نظرم بر اینه که عموم هوش مصنوعی هایی که معرفی کردن چون بر پای فضا ابریه احتمالا تا چند سال آینده به مدل های هم عرضه بشود سامسونگ در تلاشه که تل فعلا s 24 ها رو بفروشه بتونه s 24 رو بفروشه برای مثلا s 25 احتمالا این قابلیت ها رو به نسخه های قدیمی تر هم اضافه بکنه یکی از مهمترین پستایی که چند وقته گذشته کار کردم سر اه. این محصولات آیفون 13 هایی که دارن با قیمت عجیب غریب به فروش میرسونن طرف زمانی که دلار 49500 تومان بوده آیفون 13 رو فروخته 25 تومن با تحویل 35 روزه الان چهار ماه از اون تاریخ گذشته و هنوز گوشی تحویل نداده حالا دلار که به 54000 تومان امروز رسیده نتونسته اون گوشی ها رو تحویل بده و میخواد آیفوناشو به 19 و تومن هم آورده تا اونجا بفروشه حالا یک موضوعی هست در بازار دیجیتال خوب بدونید که میلا جان هم بهش اشاره کردن شفاهن وقتی کالای دلار قیمتش میره بالا یا فروشندگان قیمت افزایش میدن یا اگر منصف باشن تا شفافتر شدن قیمت دلار دست نگه میدارن از فروش و بعدش اعلام میکنن که آقا قیمت ها به اینقدر تغییر کرده اما اینها چون آدمای خوبی هستن همچنان به فروش آیفون ادامه میدن و نکته باحالش اینه که با نشون دادن قیمت دلار و ایجاد ترس فومو یا همون جاموندن به شما تلاش میکنن که آیفون بازم بفروشن و برخلاف این که ما خیلی تلاش میکنیم که مردم ها آگاه کنیم بابا نخرین اما یه سری همیشه آدم ناآگاه هستند که سرشون کلاه بره اینا همون یعنی که بنزین گرون میشه میرن تو صف مرغ گرون میشه میرن تو صف هر چیزی میشه میرن تو صف احتکار میکنن پوشاک میخرن بی دلیل که خدایا از اقتصاد جانمونن اینا باز هم میرن خرید میکنن خرید نکنین مراقب جیبتون باشین گوگل از هوش مصنوعی AI رونمایی کرد برای تشخیص های پزشکی گویا این هوش مصنوعی به صورت تخصصی داره روی نتایج کار میکنه یک مدل پیشترم قبلا داشتم متپام دو که خلاصه های پزشکی رو کار میکرده ولی این تخصصا روی این موضوع داره با تمرکز بیشتری کار میکنه همچنین در راستای هوش مصنوعی ابزار جدید هوش مصنوعی مرگ و عوارض بعد از جراحی قلب را میتواند پیش بینی کند اینو من خبرش رو دیده بودم میگفتن که دانشمندان دانشگاه MIT گفتن که از نور نمایش میشه برای جاسوسی استفاده کرد حتی بدون نیاز به دوربین داستانش چیه؟ میگن که سنسور نور محیط که روی گوشی های موبایل هست میتونه حرکات دست شما رو ترک بکنه اما یه نکته ای این وسط هست اونم اینه که این سنسور در عموم گوشی ها در دوربین به کار رفته و شما زمانی که دستتون رو میگیرید رو دوربین سلفی نور نمایشگر زیاد میشه خب مسئله اینجاست که دوربین یه دامنه دیداری داره که در اون دامنه دیداری اثر حرکات دست شما قابل تشخیص نیست ولی چهره شما قابل تشخیصه چون کاملا مدام در برابرش قرار گرفتید کمپانی ایکس یا همون توییتر ثابت، در یک نمایش نموداری نشون داد که به بالا برخلاف انتظارها به بالاتر میزان بازدید خودش در سال 2024 رسیده. مدیریت هوش مصنوعی با نظرات عموم مردم انجام خواهد شد. خب یکی از نگرانی های بزرگ حل هوش مصنوعی همین استفاده از داده هاست که میگن که ما قرار برنامه داریم که شرکت اوپن اعلام کرده در بیانیه رسمی در حال تشکیل دادن تیمی موسوم به کالکتیو الاینمنت هستش که محققان و مهندسان در آن حضور خواهند داشت و سیستمی برای گردآوری و کدگذاری نظرات مردم در مدل های هوش مصنوعی که در سرویس های این شرکت پیاده سازی می شوند استفاده کنند جالبه خیلی خوب خبر امروز در این لحظه به پایان رسید من پوزیش میخوام اگر یه مقدار بی انرژی صحبت می کردم، فکر می کنم از نظر فیزیکی حالم خیلی خوب نیست به کمی تب دارم و بی حالم خلاص اینه که خوب استراحت بکنید آخر هفته خوبی داشته باشید و شنبه میبینم